ابتکار امسال رو شپول عباسی و رضا محدث زدن و مجری ها و گزارشگران رو روی صندلی داغ نشوندن و از قرار دست انداختن. من خودم که زیر بار نرفتم، اما تعداد زیادی از بچه ها روی این صندلی داغ نشستن. بریم ببینیم چطور از آب در اومده. چند نفرن؟ خوبم. ببین من یقه بغم درسته؟ یقه بغم خوبه اون برا من. یخ شده بود. یه سنجاق زیادی دارم بذار اینم به یه جا بند کنم. اما تولد آقای منظرپور بود، جاتون خالی. Where do I have to look? اوتو رو چش اینجور می نویسه با تن؟ قربانت خوبی؟ اینجوری میخوام باشه اصلا. آبی یه چیکه؟ آقا درست صحبت کن. خب ضبط بشه. نمیدونم اصلا من برای چی اینجا هم، اینجا کجاست؟ من واقعا از شما میترسم، معلومه میخواین چه سوالی بپرسین. کاش زودتر میگفتین لباس پلوخوریمون هم بپوشیدین. نه دیگه. سلام. چیکار کنم؟ جلوی غریبه ها خوب نبود اینجوری شوخی کردی ها. بسیار عالی. فکر میکنی شما ستایی کمه؟ گرمه چقدر اینجا؟ گرمه اینجا؟ نه من یه مقدار هول شدم، من رو تم اینجا دو نفری گیر آوردین. نه من سردم بوده اینو پوشیدم، ولی خب کم کم داره گرمم میشه، ولی وسطش رو در نه. نه نمیخواد. اصلا من نمیدونی من نشوندی اینجا آخه این چی زرش پلو با مرغ. فکر کردی الان میگم نه؟ چرا نه دیگه، بذار یخمون باز بشه. حالا فعلا نمیدونم چیکار میخوایم بکنین شما. قرار من جواب غلط بدم زایه بشم یا چی؟ صادره از؟ تهران. کجای اگه دوست دارید میتونید بگید؟ بچه نیرو هوایی فلک دوم. از رشت. خب نگو. شرمندم. بیشترش خیابون 159 گلسار، بعد 120 گلسار، این دوتا از لحاظ موقعیت خیلی فرق. آقا آدرس نده میریزم میگیردم. دیگه اثری ازم نیست اونجا. تهران. بیمارستان آراد. خودم بتر خارج جلب تو تصویر. تهران ویلا کدوم منطقه بود بچه؟ همین کافیه. تهران. آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی. تهرانی؟ بله. بابا این که اصفهانیه. تهران. محلش رو دوست دارین بگی؟ آره. خیابون بهار. بهار شیراز. نه خیابون بهار شمالی بیمارستان شهربانی. بله. آقای منظرپور چند سالشونه؟ 43. شوخی دارم با تو. رابطت با شوخی چطوره؟ تا اینکه شوخی چی باشه؟ شوخی ناموسی اصلا نه. ناموسی؟ منفی. نگار ما میتونیم باهاش شوخی کنیم؟ نه. نگارا این همه قهر و غضب چیست؟ بله. الان خوبم، تو مودم راحت باش. الان راحت باشیم. بچه‌ها راحت باشین. اگه خیلی شخصی نباشه دیگه، خب به طرفم بستگی داره آخه. بعضیا خب خودشون یه ظرفیتی دارن. 100% در چارچوب ادب. با لهجه یا بی لهجه؟ حالا اینجوری نگاه کن بخنده. آقا یه شپول دارم برات. واحد اندازه‌گیری وجود نداره براش. آ اینو یادم رفت. کسی تا حالا جرأت کرده باهاش شوخی کنه؟ تا دلت بخواد. جدی ناراحت میشی؟ نه معمولا نه. در حد معقول. ما میتونیم باهاش شوخی کنیم دیگه. بستگی داره. تا چه حدی باشه. خب همین ظرفیت شوخی چقدره؟ بد نیست. تا حالا کسی جرأت کرده باهاش شوخی کنه؟ جرأت که کردن دیگه، ولی بعدش دیگه چی شده دیگه؟ خاطره داری از بعدش برامون تعریف کنی؟ خاطره؟ یه خاطره خیلی عجیب از خنده دارم. بگید برات بگم. آره. من حقیقتش این که
به دفعات متعدد از گزینش در من به دفعات متعدد همین الان میتونی به هم بخندی چون توپق زدم. من به دفعات متعدد در دانشگاه تهران من به دفعات متعدد توسط گزینش دانشگاه تهران به دلیل خندیدن اخراج شدم. متمایل به صفر. کسی جرأت کرده تا الان باهاتون شوخی کنه؟ بله زیاد. بعد سرنوشتش چی شده؟ اگه بگم مجبورم که اعتراف بکنم. یعنی دوست ندارید بگید؟ خب تبعات حقوقی داره. یعنی ما بترسیم الان؟ بستگی داره چی میخواین بپرسین. گفتم برای اینکه میخندم، بعد گفتش که آره خنده‌ای که دندون پیدا باشه در واقع پذیرفته نیست و دلیل اخراج شماست. یعنی اونا میگفتن چجوری بخندیم باید چجوری بخندیم تو دلتون؟ احتمالاً اونا یه ادشو در بیار رسید جا ببینم. من اینجوری میخندم. بخندین که مثل اون خنده‌ای که اونا دلشون میخواد بشه. خنده‌ای که اونا دلشون میخواد احتمالاً اینه. عالی. ممنون. رابطتون با خنده چطور خانم گیتا؟ خنده چیز خوبیه. بله نگفتم خنده چیز بدیه، گفتم رابطه شما با خنده چطور. خب یعنی این که تایید میکنم رابطه تایید میکنم خوبه. رابطتونو ظرفیت شوخیتون چقدره؟ بالا. تا چقدر بالا؟ امتحان کنیم. امتحان میکنیم. 3 2 1 بریم. اکشن. کسی یعنی جرئت نکرده طالباتون شوخی کنه؟ جرئت نمیدونم کرده یا نکرده، ولی خوب ندیده. یعنی ظرفیت شوخی چقدره دقیقا؟ خیلی پایین. بریم دیگه کلا بریم. مرسی از این که اومدین. مرسی از این که اومدین. نگار ظرفیت شوخی تو میتونی با دست بهمون نشون بدیم ما بدونیم تا کجا میتونیم شوخی کنیم. حالا شما شوخیتون رو بکنین بعد من بهتون میگم کجا دارین زیاده روی میکنین. نه دیگه نه همش الان بر علیه استفاده ممکنه بشه. من فکر کردم سوال باطلاقا رو میخوایم بپرسیم. کدوم باطلاقا؟ همون گاوخونی جازموریان. اینا رو حفظ کرده بودی دیشب؟ پس میشه حالا که حفظ کردی میتونی 5 تا از باطلاقای سه تای دیگه شو نتونستم پیدا کنم، فقط جازموریان و اون چون عربی گاوخونی اینا چیز دیگه. پس اینکه تا حالا کسی جرأت کرده با شوخی کنه؟ آره. زیاد؟ نه. نه. رشته کوهارم آماده کردم که میخوام بپرسی. سلسله جبال چی؟ اگه راست میگی 3 تا دریاچه در ایران نام ببر. اگه دریاچه ارومیه، خب دریاچه پریشان، خب دریاچه نمک. دریاچه نمک. من از همون دریاچه اومدم شپور. انزلی، جازموریان، گاوخونی، حورالعظیم، حور هویزه. سوال های سخت میخواستی بکنیم میگفتی من نمیومدم اینجا. من جغرافیم صفره. دیدی دریاچه خزر و ارومیه رو قاطی کردم. آشپزی بلدی؟ تا دلت بخواد. آشپزی چندیم خیلی خوبه. خیلی آره. مثلا چند تا غذایی که دیگه اوستایی توشو بگو. والا همه غذا رو درست میکنم. با دست نشونم چجوری میشین آیین؟ با پا باید نشونم. الان ترسیم کردید. یا رو تکرار کن دیگه، اون تیکه رو گذاشتم. خب. از کدوم غذا خیلی بدت میاد؟ یعنی شینسل مرغ با زرشک هم درست میکنی؟ اینا غذا سوسولیه. غذا آشپزیم خیلی خوب نیست، ولی در حدی که مثلا 3-4 نوع غذا بلد باشم و از گرسنگی نمیرم کارم را میدازم. دوتاشو گفتی. آره بوسچیک نمیدونم. آشپزی بلدی؟ بله. چقدر؟ خوب. کدوم غذا رو از همه بهتر درست میکنی؟ من اصولا هر غذایی درست کنم خوشمزه میشه، نمیدونم هم چرا. حتی سیرابی. ببین از بندری ها قلیان ماهی میتونم درست کنم، قیمه نسار میتونم از قزوینی ها درست کنم، از کردها غذا میتونم درست کنم، ولی بیشترش غذای رشتی و گیلانی میتونم درست کنم. نیمرو چی نیمرو؟ غذای بلد هستی که غذای بلدی که دوست نداشته باشی؟ چش سفید همین آشی که درست کردم خوردی چی بود؟ و
بخوای غذا درست کنی کدوم غذا رو راحت تره؟ غذایی که خیلی سریع میتونم درست کنم سبزی پلو با ماهیه. آب گوشتم مامانم میگه خوب درست میکنه. آب ما میگیم خوب درست میکنه. خوب درست میکنه. دستتون درد نکنه. بعد از املت؟ بله. بعد از املت؟ فقط زیاد املت دوست ندارم. رابطه خوبی زیاد با املت ندارم. فقط صبحانه اونم روزای تعطیل. بعضی موقع. عید سبزی پلو با ماهیمون خونه الا. حتما. تازه شکم پرش هم بلدم. آشپزی خوبه. اون غذا میخورم، یعنی آشپزی بلد نیستم. خیلی کار راحت کردی. بابشش با آشپزی خیلی خوبه، غذا میخوره. ولی الان فرهاد نیست. فرهاد تو آسانسور نیست. میخوای ببریمش تو آسانسور؟ بریم تو آسانسور فرهاد. خب خیلی جدی. چه غذایی رو بیشتر از همه دوست داری؟ غذای کبابی خشک سوخاری. سه مدل غذا گفت، کبابی خوش سوخاری. الان منتظر ازش بپرسیم پیتزا رو با نون می‌خوری؟ آره پیتزا با نون خوردی تا حالا؟ بله. کی؟ تقریبا یه دو سال پیش بود. پیتزا رو با بربری؟ نه بربری نبود، سنگک بود، سنگک خشخاشی بود. عجب. قرمه سبزی، تاچین، لوبیا پلو، باقالی پلو، خورش ها. من بیشتر قرمه سبزی دوست دارم. آشپزی بلد اینای سفیری؟ اصلا. خیلی رک و ساده و پوست بلد نیستم. خوشم هم نمیاد. اصلا. یعنی اگر مثلا همه جا تعطیل باشه و شما تو خونه باشید و کسی هم نباشه غذا بده، شما گرسنگی دور از جون خدای نکرده. احتمال غریبه یقین. سبزیجات اگر باشه مشکلی ندارم. سبزیجات زیاد دوست دارین؟ اسم غذاها رو من نمیدونم، برای اینکه همینجوری قاطی میکنم هر چی که دم دستم باشه. یه چیزی باید بره اون تو. چرا میخندی؟ یعنی غذا بالاخره باید بسازی که معدت نپوسه. ها؟ منم سعی میکنم. چرا میخندی؟ معده مگه میپوسه؟ آره داداش معده میپوسه. میده که هیچ همه چی میپوسته تو عیبش نرسی. برنج میتونم بذارم با ماهی. اما ماهی آماده است فقط میذارم چیز دیگه داغ بشه. آره خسته نباشی. آب گوشت خوب درست میکنم. علی میگم یه دهن واسش بخون حالش جا بیار. خیلی خوب. اما خودش تو میدونه که ما اونا هر روز مونده برش آوردیم بیرون آوردیم آوردیمش توی خونه. خودم خیلی خوب درست میکنم. بعد کی بیایم انشالله؟ یه کمی هوا گرمتر بشه ما از این برف خلاص بشیم حتما. میریم یه پارکی بچه ها دور هم جمع بشن، یه کباب کوبیده یه اساسی خوب من میپزم به سبک سنتی. با نصف النهار مبدأ بیشتر ارتباط میگیری یا با خط استوا؟ چیه این سوالا؟ خیلی فلسفی. خیلی قشنگه. نه پخش نکن اینا رو. کجا؟ کجا رو گفتی؟ بابا اینا رو میگفتی من مطالعه میکردم یه ذره میرسوندی. گل خزان ندیده. بگی حنجره رو باز کن. نه نمیتونم، صدام خوب نیست. در این بهار سنم بیا. اینجوری باز کن. معمولا موسیقی ایرانی، یعنی بیشتر کلاسیک و موسیقی اصیل. اصیل یه دهن برای ما بیا. اصیلو هر چی دوست داری. اصیل تیم خراب تیم سید بیا. دو سه شبه که چشمام به دره، خدا کنه که خوابم نبر. آخ ببخشید یه چیز دیگر میخواستم بخونم. اینو بخون. من جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن. شد هوا سپید، در اومد خورشید، وقت اون رسید که بریم به صحرا. نازنین مریم باز دوباره شب شد، من هنوز بیدارم،
کاش میخوابیدم. بستتون دیگه. خان دکتر البته میگفتم باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم. خب من شبا آخه بیدارم. خب اینم شبا بیداره میگه صبح شد من هنوز بیدارم. خب حالا من بیننده ها ایراد میگیرن. من عصر خوابیدم. آره عصر خوب خوابیدم. ببین من البته از این آهنگ خاطره داشتم براتون خوندم. اوه چه خاطره ای؟ باورت نمیشه چقدر خاطرش با نمک. خب بگی. بگم آقای محمد نوری فردا دوباره پاییز میشه باز دلش سه قصه لبریز میشه باز ای آسمون بهش بگو پشیمون میشی به سوز عاشقی قسم که خون میشی something like نفس that. ناز نفست بول بول واقعا یه چیز خیلی نوستالژی بود که حالا بگذارید دیگه. نه چرا بگذاریم؟ چرا بگذاریم؟ بمونیم بگو. ما اومدیم اینجا نگذاریم. یه چیز گیلکیه. نمیدونم مناسب باشه تو عید و اینا ولی خب. بیا. غمناک یعنی؟ آره یه ذره. بیا. بیا. یه شعری هست از فرمز دعایی بابام تو تنظیمش کرده بود. 40 سال پیش. میگه که آمد آمد با دلجویی گفتا با من تنها منشین برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی را بعید و بار پا گیرم بعید و بار پا گیرم تی دستنه حنا گیرم حنا گیرم اگه بعید تو اگه بعید تو ننی چقدر غم دارمه ننی چقدر غم دارمه ترمی ور کم دارمه کم دارمه اگه بایی تو اگه بایی تو آستانه تحملم تا زیر لبمه. یک نیمچه کاغذی اونجا هست برمیداری اونو برامون بخونی که مجری خبری دیگه. این خبر همکنون به دستت رسید. تو تارا تو پتو بتکن پتو را با توتا تو بیار چی هست؟ یه بار دیگه بخونم. اینم بچه سوال توتارا تو پتو بت کن پتو را با توتا تو بیار اینم مرد سوال اینم مرد سوال مرد سوال مرد میخوام انگرم مجری خبرم هستن دیگه خبری که همکنون به دستشون رسید. میشه به دوربینم نشون بدی؟ چیه این؟ چرا گفتن این نون کنجدیه؟ این که مدل هاییه کشتم شپش شپش کشش شپارا و این حرف هاست که شینتون میزنه؟ شش این اینجوری میتونه یه اتوبوس در حرکت باشه؟ خیلی زند تو تنها کسی هستی که تونست اینو درست جواب چون همه غلط جواب داده بودن اینا. آفرین نگار یه جوری نقشه چیز ستاره ترکیه هم هست. یالله شوفر یالله نبک نیسن آذری بلدی؟ آنا دل میده آنا دل دی من یه چیزی میگم شما تکرار کن. بو کارپ سانجلاندرانلردن دمش بو کارپ سانجلاندرانلردن دمش یکم قهوه بخورم گلو خوش شد. یه سری کلمات میگیم واکنش اولیتون هرچی دوست دارید بگید. اسم ممکنه باشه شهر. احمد جنتی عمر طولانی ددمشیانه جوانی عمر زیاد آقای مادام العمر دبیر شورای نگهبان اصلا حرفشو نزنی. امام جمعه موقت تهران نو پیر مرد بهنود باکری چرا قبول کردی بیای در این برنامه محدث و شپل عباسی ورزشی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی
فکر کنم همون هنری به پرسی ذره باز بهتر باشه. آخرین اثر ونگوک در چه سالی کشیده شد و الان در کجا قرار داره؟ گفتم من زیاد اذیت نکن. قیمت هر بشکه نفت الان چنده پریسا؟ $50.56. دهانم دوختی. این نفتی که میگیرن بشکه‌ای میدن، این بشکه‌شو بعدن پس میگیرن یا یه گرویی میگیرن بشکه رو پس میدن، دفعه بعد که شما میری نفت بگیری بشکه رو با خودت میبری نفت رو میگیری، یا اینکه نفت بشکه رو میریزن دور میگن با بشکه انقدر؟ قبلا رو نمیدونم، ولی الان که این مسئله بازیافت هست شاید پس میدن که بازیافت بشه. این با بشکه‌ش 50 و 56 یا نه بشکه‌شو پس میدی یا یه گرویی؟ خب این مثل سبد کالاست. خب اینو با سبد رو برمیگردونیم؟ بله سبد رو بعد. این الان بشکه یعنی برمیگردونن؟ بله بله. یعنی گرویی برمیدارن یا نه قول میدن برگردونن؟ قول میدن. قول میدن که یعنی دفعه بعد که میگن آقا ما مثلا بیایم فردا 1,000,000 بشکه نفت بگیریم تو همین بشکه های خودمون بریم. همون بشکه. بعد این بشکه ها قاطی نمیشه توی نه برمیدارن. رنگیه. هر کشور یه رنگ خاصی داره. بله. مثلا شما کشور خاصی رنگ خاصی مد نظرتون هست؟ مال ایران قرمزه. قرمزه. بله. من فکر کنم تو شپول شیشه نوشابه رو با بشکه نفت عوضی گرفتی. خب پس بشکه ها رو چی کار میکنن؟ بشکه ها رو مثلا شما میگی 1,000,000 بشکه من امروز خریدم از مثلا ونزوئلا، اگر چیکار... من اشتباه نکنم این بشکه ها همینجور سر جاشون ها نفتا توشون پر میشن، تو کشتی بارگیریشون نمی کنن. آقا ما رو ول کردی رفتی؟ آزین چطوره؟ بله. خب اون وقتی نفت بشکه‌ای میدن بعد بشکه‌شو پس میگیرن یا اینکه بشکه‌ش میمونه یا گرویی میگیرن مثلا بشکه‌ها؟ اگه فکر کنم گرویی میگیرن. گرویی پس میدن. آره وقتی یعنی دفعه بدی... بعد که میان نفت بگیرن میگه بشکه‌ت میان اگه راست میگی بشکه رو یا ممکنه که بازیافتش میکنن. بشکه فلزی رو بازیافت میکنن. خوبه خوشم میاد دو تاتون هم بلدین. اینکه نفت و بشکه میفروشن بشکه‌شو پس میگیرن یا اینکه نه همونجا میمونه؟ نه بشکه میره دیگه. میمونه. گرویی هم نمیگیرن بابتش؟ اون زمان قدیم بود. شیرو باز میکنن هر 123 لیتر رو میگن یه بشکه. فهمیدی پسر؟ شیرو باز میکنن پس هر بشکه 220 لیتری. هر کیم نشسته یه لیتری گفته، یکی گفت 220 لیتری، یکی 300. آرش سیگارچی گفت 124 لیتر. 123 گفت فکر میکنه. فکر کنم آره، فکر کنم الان مخصوصا که وضع دنیا خرابه بشکه رو پس میگیرن دوباره میزن تو همون، یعنی پول بشکه رو میکشن رو نفت. خلاف کردین؟ تا چه خلافی صحبت مورد نظرتون باشه؟ خلاف، کلن خلاف. بله. یادت کجای کلاس میشستی؟ آخر کلاس. دقت کردی هر کی نشست رو این صندلی آخر کلاس میشه؟ کی جلو پس نشست؟ کی اون جلو میشست؟ کمربند قهوه‌ای نظام قدیم تکواندو. دانه؟ البته کیک باکسینگ هم کار میکنه. کیک باکسینگ. پس بریم دیگه، ما خطرناک شد. 10 دقیقه ما رو گذاشتیم پشت در بودیم با یکی بچه هم میگفتیم من بودم، حاجی نصر، رضا 500، علی 400، آراینا خیلی بودیم، کریم آقامونم بود. عیدتون مبارک. حالا وقتش رسیده تشکری کنیم از بر بچه‌هایی که ما رو تو ساخت این برنامه کمک کردن. مهمونامون رو که دیدید، محمد منظرپور بود، گیتا آریان، دکتر شیده، مهدی فلاحتی، مسعود سفیری، روزیتا ایراندوست، آرش سیگارچی، بهنود مکری، کوروش صحتی، نگار محمدی، الناز کیانی، پریسا فرهادی، حسن سربخشیان، فرهاد پولادی با کلاه، فرهاد پولادی بدون کلاه و اونایی که بودن و نبودن. یه یادی هم بکنیم از رضا نجار. مدیر تولید کار سارا و لیلی بودن که نبودن. آریو برزیلی هماهنگی‌های فنی رو انجام داد. برای بچه های با صفای گرافیک فوتوشاپ کردن، دمشون گرم. تصویر برداری رو حکیم زحمتشو کشید، البته با سپایه. زحمت کلکل و پارازیت هم وسط برنامه با من بود، رضا مهندس.
تهیه کننده و کارگردان کار هم عزیز جان و همراه همیشگی شپل بود. و یه تشکر مخصوص هم بکنیم از شهرداری منطقه تهران ویلا، مسئولان 32 سال قبل بیمارستان آراد، مردم خوب محله گلسار رشت، برق منطقه‌ای اصفهان، مترو واشنگتن و هومه، نفت برنت دریای شمال، افکت، امپکس، نودال، مایکروویو، اونایی که اومدن، اونایی که نیومدن. نوروزتون پیروز، ایام به کام. امیدوارم تونسته باشیم چند دقیقه بخندونیمتون. شاد باشید.